ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، ان نسينا او اخطأنا، ما رو مؤاخذه نکن اگر فراموش کردیم، اگر خطا کردیم، به ما سخت نگیر، به ما سخت نگیر. وعفو عنا واغفر لنا، چشم پوشی کن، ما رو ببخش، ما رو ببخش. انت مولانا، تو مولای مایی، انت مولانا. انت مولانا، این نقطه ضعف خداست. میدونید تعبیرم نارساسا، بچه هر رو مادره میخواد تنبیه کنه، بچه کافی بگه مامان تو مامان منی، خدایا به من رحم کن. برای چی؟ تو مولای منی، من کسی دیگه غیر از تو ندارم. یه اربابی یه مهمانی داشت، بعد نوکرش هی براش قضا می آورد، در قضا آوردن هی خطا می کرد، این هم هی دعواش می کرد، هی پیش این مهمان می گفت بابا اینا هم که، هی بعد این غلامشو می گفت. بعد اینا سر سفره بودن داشتن قضا می خوردن، یه دفعه سرصدا میاد، صدای دعوا میاد از تو کوچه. میگه من یه دقیقه برم ببینم، شما میل بفرمایید قضا. بعد رفت و تو کوچه و بعد چند دقیقه دعوای حل و فصل شد اومد. چی شده بود؟ هیچی، غلام منو داشتن میزدن، رفتم نجاتش دادم، فلان فلان شده. میگه به ارباب اون مهمونه گفت تو که تا الان داشتی بد و بیرابش میگفتی، حالا رفتی به خاطرش دعوا کردی نجاتش دادی. ارباب برگشت گفت که خب بالاخره غلامم، کسی غیر من نداره، من که نمیتونم بذارم کتک بخوره. بالاخره غلامم، کسی غیر من نداره. این آدمه، یه آدم معمولیه، شاید هیچ چیش خدا به تو نرفته باشه، غلامش هم اینقدر اذیتش کرده، اینقدر حرف زد پیش مهمونش. تو هیچ وقت پیش مهمونات حرف نمیزنی علیه من، آبرو منو نمیبری، بعد میذاری من بیرون کتک بخورم. تو منو ول میکنی؟ اصلا امکان داره این؟ مولای یا مولای، انت المولا و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولا. مولای یا مولای، انت الرازق و انا المرزوق و هل یرحم المرزوق الا الرازق. خدایا به من رحم کن. برای چی؟ تو مولای منی، انت مولانا.